هموطنان گرامی، خانواده های عزیز، سلام و درود بر شما. مهمان این برنامه ما سنجر غفاری است، از کارشناس های امور امنیتی افغانستان از در دهه 60. چرا در یک دو صحبت قبلی که داشتیم سوالاتی بود که سنجر غفاری چرا رقم گپ میزند، چطور مسائل پیچیده را تشریح کردن و هم پیچیده اپراتیفی را یک ذره فهمش پیچیده می باشد. باز شما تو وارخطا نشه، یعنی تو زود قضاوت نکنه. به هر حال بحث ما سر ترور داوود مزمل است، والی بلخ. غفاری صاحب، ای ترور در بلخ از نظر اما فهم اصطلاح عملیات جنگ مخفی تعبیرش چی است؟ یعنی پیام کی به کی است؟ سلام و عرض ادب خدمت مامون گرامی و شنونده ها و علاقمند های برنامه شما و همچنان هموطنان ما که علاقمند این برنامه هستند. قسمی که شما گفتین پیشتر فرمودین، خوب یک مطلب عمده را اشاره کردین سرش در رابطه با پیدا کردن رازها و اسرار در صحبت ها، در بیان و هم از دید استخباراتی دشواری های خود داره و دقت و توجه خود داره. خود ترور و ترور مزمل، ما شما قبلا هم در برنامه خود زوایای پیچیده بازی آغاز شده نو تشریح کردیم، گفتیم بازی نو آغاز شده و حرکت های جدید پشت سرش، برنامه های خاص خود، سوژه های خاص خود و پیش برده برنامه های جدید است که خودش اینه میبینیم مستاستاس شروع شده. ترور مزمل پیام است بر نفوذ استخباراتی دیگر کشورها در بازی. افغانستان درگیر بازی استخباراتی است که او بازی استخباراتی دنبال کننده منابع و منافع کشورهای زی علاقه در بحران افغانستان است. مزمل چهره است که در ابتدای حکومت طالبان وجود نداشت. بعد از 20 سال مزمل وقتی که حکومت طالبان دوباره طالبان و قدرت رسانیده می شوند، یعنی آورده می شوند، مسئولیت یک برنامه جدید برشان سپرده میشه، مزمل والی ننگرهار می باشه. ای که در ننگرهار ای بار نماینده یا مقام دیپلماتی وزارت خارجه ایران ملاقات میکنه و ای ملاقات گره میخوره در یک پیوند که امروز ما نتایج نفوذهای استخباراتی را از هر دید و از هر زاویش مطالعه می کنیم. همچنان تضادهای استخباراتی میان نفوذ جمهوریت های آسیای میانه در افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان را در قدم اول می گیریم، ایران می گیریم، پاکستان می گیریم و هندوستان. خب روسیه و چین و انگلیس و امریکا یاره در یک طاق بلند میمونیم. ما اجزای این چهار قدرت که چند کشور آسیایی میانه و پاکستان و ایران و هندوستان است، اول سر از این بحث میکنیم، غور میکنیم. مزمل چیره بود که در شمال پرتاب شده بود در رابطه با دنبال نمودن استراتژی یک کتله از طالبا. و منبع پرتاب کننده کدام جنای طالب بود؟ از قرائن نشان داده میشه، چون یادم عضو شورای علمان بود، شورای علمان بود، طبعا از طرفدارای ملاحبت الله بوده و دمیتانه.
این تضاد طرفداران مولا هیبت الله و مخالفین مولا هیبت الله، وقتی که ما در صحبت اول تشریح کردیم که دو بال حکومت یا دو بال مولا هیبت الله دو معاونش بود که یکیش سراج الدین حقانی و دومش مولا محمد یعقوب مجاهد بچه مولا محمد عمر بود. اینال در این روزها شما شاهد هستیم که دو اتحاد، یعنی مولا یعقوب و سراج الدین و علی مولا هیبت الله، این سخن داغ مطبوعات و رسانه و میدیا و قابل توجه دیدگاه اپراتیفی اطلاعاتی شامل اجزا و گمانهایی شده که منطقه سر از این ظرفهای خود داره، دسترسی خود داره و نفوذ خود تلاش میکنه استخبارات منطقه، از وجود اینمی درس ها بره به طرف اهداف خود که تضادها عامل ایجاد اینمی حالت یعنی هاست. این آدم از کدام دست زده شده؟ داعش مسئولیت ترور این آدم رسما به عهده خود محاسبه کرد. بنان داعش دو قسمت ما زیاد اعتماد کرده نمیتونیم. امیر به می طرف که دیروز هم در وقت حکومت جمهوری، زمانی که توافقنامه با طالبان امضا شد، هر حادثه تروریستی که صورت می گرفت او را نسبت می دانند به داعش. یک روز بعد، دو روز بعد، سه روز بعد یک صدا می برامد می گفت داعش را قبول کرد. فعلا هم سرپوش بر پنهان ساختن رازها و افشا نشدن بخش های عمده که اینا در رازهای خود دارن باید استفاده بکنن که داعش کرد. اگر داعش استخبارات قوی، اگر داعش یک قدر نیرو و توانمندی در مقابل طالب داره، پس طالب کی بود؟ دینارود ما دیدیم در تمام حرکت های تروریستی، عملیات های تروریستی، همین داوود المزمل بسیار کرکتر خشن در ولایات مختلف، زمان کی والی بوده، زمان کی ولایت میکرده، زمان کی قماندانی میکرده، زمان که در قماندان خاص طالبا در ولایات مختلف کشور تعیین شده بوده، هیچ کرکتر آرام ملی و مردمی که به طرف پیشرفت، خوشبختی، سعادت، انسجام ملی باشه خو نداشته. خو این فعالیت های انجام فعالیت های تروریستی باعث از این شد که ایره به شهرت بالا بکشانه. یک چیزی است که یک گروه بود، این آدم کسایی که به نام داعش در ننگرهار بود کلش قتل عام کرده بود، سلفی ها را قتل عام کرده بود و از این قبیل، این رقم یک عقبه اما کاری خود به خود داشت. اما شما اشاره کردین که اینا، این آدم با یک عامل ایران، دیپلمات ایران ملاقات کرد، باز بعد از او، اگر منظور شما ملاقات کردن باشه، در کجا ملاقات کرده بود؟ اینا در ننگرهار وقتی که والی بودن در ننگرهار یا یک ملاقات داشتن. خب اما خب عامل معرفی یادم صدر ابراهیم معرفی میکنن، میگن که او یادم به ایرانی ها نزدیک ساخت به خاطر از اینکه در کویته بالای مزمل قبلا یک سوی قصد شده بود، از سوی قصد جان و سلامت برد و رفت. به صلاح همه قدر تصمیم گرفتن که پاکستان یک کوشش امن به ما نیست، باید یک عقبی به طرف ایران باز بکنیم. اصلا حال که این کار شده، بله، یعنی سوالی است که چرا امو دستی که این عملیات کرد و ایره زد، یعنی والی بلخه باعث اولین قربانی انتخاب کردن، چرا بلخ انتخاب کردن، چرا این انتخاب کردن؟ اصلا اگر یک کمک به عقبه بریم به پاکستان، امروز پاکستان در کنفرانسی که چند روز پیش در تاشکند دایر شد، نوجا اینا از تروریزم و احتمال انکشاف تروریزم در منطقه نگرانی خود ابراز کردن.
که در ازبکستان شد و وزیر خارجه پاکستان در رابطه با مبدل شدن احتمالی افغانستان به منبع تولید یا انتقال یا حمایت از تروریسم سخنرانی کرد. در این رابطه 4 سازمان تروریستی را پاکستان خودش دشمن وضعیت و شرایط خود میدانه، از او جمله یکی القاعده، دوم داعش، سوم تحریک طالبان پاکستانی و چهارم ارتش آزادی بخش بلوچ. اینال پاکستانی ها با ایرانی ها در رابطه با ارتش آزادی بخش بلوچستان که اکثریت عملیات های تروریستی را اینا در خاک پاکستان دنبال میکنند مشکوک و مشوش است. ای تضاد استخباراتی و ای دوگانگی و سیگانگی که در منطقه وجود داره و اینمی انتخاب والی بلخ یا اولین قربانی و می قربانی مزمله، احتمالات وجود داره که اینا تحرکات خاص را در رابطه با سازماندهی و انسجام اکثریت بازی های تروریستی از مناطق امن به طرف اهداف است. منظور شما چی است که ایره یعنی پاکستان زد، چرا یک والی دیگر نزد؟ 34 والی است، چرا ایره انتخاب کردن؟ اینال در ترور مورای اکتیف هدف قرار میگیره، مورای اکتیف که او باعث ایجاد قطع شدن در فعال بودن یک حرکت باشه یا جلوگیری کردن از دنبال کردن یک هدف که او هدف به جانب مقابل مهم است، ارزش داره. ای چی ارزش داشت؟ احتمالا که ای آدم در سازماندهی و در حفظ یک از اهداف که دشمنایش ایره ترور کردن نقش بالای خود داشت. یک کلیپ در فیسبوک ما شما دیدیم، اگه شما ندیدین من امروز دیدم که تروریست نشان میده که یک بچه جوان است چه رقم بدون کدام تشویش بدون کدام ایراز پاتور هم دور خود زده میاد داخل بسیار آرام ای میایه داخل مقام ولایت میشه و برنامه که در ذهنش برش داده شده او تفاریس بیاین بگویم که او را آورده بودن تا نظام قراوله او نظام قراول تا سازمان امنیتی اطراف ولایت مقام ولایت بسیار قوی است، او را کی آورده بود تا اوجه؟ پس کسی آورده بود که داخل طالب بود؟ یک دفعه ما مراجعه میکنیم به یک نشست در ایراد که یک مقام های بلند پایی حکومت رفتن در ایراد در مقام ولایت یک نشست کردن و مولوی انصاری را ملاقات کردن. بعد از اینکه مولوی انصاری میره به طرف نماز، بعد از این ملاقات یه ترور میشه. یک روز پیش هم در مزار همین رقم نشست سازماندهی شده بود، مقامات عالی رتبه از کابل رفته بودن ملا برادر بود. بله در مزار شریف و اونجا ششته بودن جلسه گرفته بودن و فردای ازی یادسه شد. اینال مرموز بودن بازی را از دید استخباراتی، ما سازماندهی قبل از انجام اینمه تر نشست ها اینمی حرکت ها و اینمه تر بازی ها را باید محاسبه بکنیم که گم بودن ازی ترور خودش یک نکته را واضح می سازد لازه دید استخباراتی که یک برنامه بلند در قبال ترور از آدم وجود دارد که این ترور در بیرون از مرزها سازماندهی شده به خاطر جلوگیری. این خود درست، حتی چه لازم که در بیرون از مرزها سازماندهی شود؟ این ترور یکی عامل داخلی داشت، عوامل داخلش داخل جناهای طالب است، عامل منطقه‌ای داشت که آیس آی است، امریکاست، که چند کشور دیگه است و کشورهای ضد امریکاست، و از نظر مکانی از نظر منطقه که انتخاب کردن اینا بلخه دروازه آسیای میانه را، این دروازبان آسیای میانه بود، این را هدف گرفتن. پس این
وقتی که ما میگیم در بیرون باید طراحی شده باشه، اما بیرون کلش در درون از حاله. یکی مامون صاحب، ما دیدگاه خود جنبندی می کنیم یا افکار خود میبریم به طرف یک هدف، به طرف آسیای میانه، همیشه اول و آخر بازی را که محاسبه می کنن ما در مجموع افغانا آسیای میانه، از ابتدا تا انتها آسیای میانه. درست است، منتها نگرانی هایی که از او طرف آسیای میانه و طرف موجودیت داعش و خصوص روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، چین، مخالفین حضور تروریسم بین المللی یا بانditیزم در افغانستان که فعلا وجود داره، مرکز شهینا از اعتمالات دور نمی دانن افغانستان در موجودیت نظامی که خودشان پرتاب کردن، خودشان آوردن، تعریف آمونی تعریف خودشان برشان می دانن. منتها در آسیای میانه، در مزار شریف، در این شرایط کنونی بیشتر هم گفتیم که هدف اساسی قطع ارتباط اهداف یا پسمنظر موجودیت مزمل در منطقه بود با کی؟ اینی کی از ما قضاوت 100% کرده نمیتونیم که ما در دروازه شمال وقتی که انتخاب میکنن مزمل میکشن، شاید مزمل کی بفهمه که در پس منظر بازی که ملا ایبت الله با دو بال قدرت خود داره، همین مزمل والی مزار وزیر داخله کاندید داده می دادن به خاطر از اینکه یک مدت زمان معین امنیتی وزارت داخله هم بوده. کی ایره یعنی ایره میخواستن که به مقام بالاتر ارتقا بدن، شبکه کابل ایره خبر شد حذفش کرد، همینطور خو یک احتمالی این احتمال باید در نظر بگیریم، این احتمال از یاد خود باید نبریم که احتمال داره که یکی از کاندیدا می بوده باشه که وزیر داخله شود به جای سراج الدین اقوانی. چرا؟ هر کنش و کنش خود در عقب خود داره، بخصوص در بازی های استخباراتی، در سازماندهی اینمود برنامه های حزب. در حزب ای دلیلا منتفی شده نمیتونه کلا میره سرش یک چلیپای کلان بکشه بگو نی گپا نیست. یکی چهار قدرت پیشتر گفتیم کور در جای بالا میمونیم، یکی بازی های داخلی رو میگیریم، یکی بازی های منطقی رو میگیریم در نظر خود، و یکی برآمدن از بحران اختلافات داخلی را که همه ای از گپا در داخل یک اگر داخلش سوالی ها داره قرار میگیره. و ترور از یادم عباد گوناگون خود داره که بعد از مرحله بعدی ترور، اهداف اصلی ترور واضح میشه. انعکاسات والی نو آوردن، تقریبا این والی نو همی کاپی داود مزمل است. یعنی خب چی اتفاق خواهد افتاد؟ ادامه دنبی برنامه، یعنی اگه برنامه در شمال وجود داشته باشه از دید بیشتر از حرفای شما که در دروازه شمال یاد سرخ داد، اگر برنامه در رابطه با آسیای میانه وجود داشته باشه، یکی از عدسیات گمانا همیست که کاپی از ایره که شما میگین آمده ادامه دنبی اونم رای است که باید دنبال شود. دوم، اگر او بازی به این سطح دنبال می شد که یعنی در عقب خود افشاگری ها می داشت، در عقب خود حذف حلقه نخست بازی را که مزمل باشه می بود، خب بنان اگر این آدم هم آورده باشه، چون بازی افشاست بازی ناکام است. ایران باید از دیدگاه خود دور نندازیم. منتها اختلافات در رابطه با ترور بیشتر هم که من اشاره کردیم که این اهداف بیرونی خود داره، شکلگیری ایجاد یک نظامی که فردا یک عده از گروپ ها یا گروه ها یا چیرهای مثل مزمل که احتمالا در مقابل از او عکس العمل نشان بده، ایستادگی نشان بده، مخالفت نشان بده، موجودیت یک تعداد کرکترها را قبول نکنه، یا هسته هایی هستن که
مثل که در وقت جمهوریت شما دیدیم که اکتیداد کرکترها ترور شد، کرکترهای نظامی مطرح عمده حذف شدن از داخل نظام. این اونم بازی ادامه داره و این خب این حال یک چیز دیگه هم است. بیرونی هاست. بله این آدم در هر کشوری که یک والی، مثلا یک والی مهم ترور میشه، بسیار مراسم رسمی و تشریفاتی دولت مرکزی بر گرفته میشه و او را میارن و به اصطلاح قطعات عسکری او را به احترام سر یک چی میارن، در یک توپ مثلا تابوتش میمانن و میارن تا جایگاه تکفین میبرن. ای خو یک معلوم نشد که مرده ازی چی شد، کی برد، در کجا بردنش، چی وقت بردنش، چی شد. یعنی خصوصا ما سکوت خود ایبت الله را میبینیم. ایبت الله هم کوده چپ است، هیچ ابراز نظر نمیکنه. ای رئیس الوزراء چپ است، ای اقانی چپ است، ای وزیر دفاع مولوی وسیق رئیس استخبارات، اینا همیشان مور خاموشی. یعنی مثل که هیچ ای چوب بودن چه مانا. خب اینا هر کدامش از لحاظ اصل بازی که فکر بکنیم، چون بازی ابتدا گفتیم مرموز است، خود از اینا استعمال شده یکی از اهداف اجرایوی بازی شدن، همینطور که استاد ربانی نه یعنی منظور شما ایست که خود از یاد دست دارم؟ نه میاییم در این نقطه میاییم. اما تو کستاد ربانی ترور شد، یک عده خود مثل آمد کرزی گفت که من خبر نداشتم کستاد این رقم ترور میشه، بر من گفته شد که این تو گپ است، اینی ملاقات است، باید به استاد زنگ بزنی که بیاید. ایجا هم وقتی که میبینیم اونمو بازی با اونمو شکل از امو استیشن ها و از امو شبکه ها دنبال شده. آیت عالی رتبه رفته با او آدم یک روز پیش ملاقات کرده، صحبت معلوم نشده که سرچی دیدار سرچی. شاید هم همه آیت مثل آمد کرزای واره تا امروز گنگسوگول باشه که چطور ما وسیله قرار گرفتم که رفتم اینی کار کردم، فرداش این تیگالت صورت گرفت. پشت بازی ها این پوشش بازی هاست. این همی ها که نتانستن که هیچ نوع استقبال یعنی تدویر مراسم فاتحه یک سوگواری، مراسم سوگواری جنازه، هیچ چیز نکردن. یا دستور است یا تطبیق حکم همین چیز بوده که بعد از مرگ ایمی گپ شود. ای در بازی هایی که سازماندهی میشه با این شکل، در بازی های استخباراتی پس منظرش خالی از همی گپا نمی باشه، یا تشریح بسیار استقبال بسیار بالا و یا ایست که نادیده گرفتن. ما شما از ترور جنرال رازق شهید دیدیم در قندهار چقدر هم ترور شد و هم چقدر مقامات دولتی و چرایی که اومده بود در او اجازه اشتراک نیافتن. فرزند دکتر عبدالله رفته نتانست، آمد کرزی امور در جنازه رفته نتانست، خود اشرف غنی نتانست، باز اونا پسان در کابل دنگ و دول انداختن که حیف حیف. احتمالا که طالبان شاید یک دو روز سه روز چهار روز بعد اگر دستور پیدا بکنن شاید یک سر صدا را در این رابطه با ای درست اینال ای خب تا می لحظه ما می فهمیم که یک حمله از نظر اجرایی خود یک حمله جناهی بود، یعنی یک جنای از طالبا در این ابتکار در دست داشت. اینال یک ضد حمله، یک ضد حمله آیا تصور میره؟ اینا کار کردن زدن جنای ایبت الله ضد حملهش به کدام استقامت میتونه باشه؟ خب ما نمیتونم سر ازی حکم بکنم به خاطر ازی که اتحاد استخباراتی امریکا و پاکستان در منطقه هیچ وقت تلاش جدی از اینا اینمی است مثل که در وقت
حکومت جمهوریت چقدر تلاش کردن که جناها با هم درگیر نشن. درگیر شدن جناها خطر بلند در بول کردن استراتژی و اهداف بعدی از ایناست. از ضد حمله دشوار است که آدم سرش قضاوت بکنه یا ردش بکنه، هم ردش دشوار است نظر به کرکتر بازی و هم قبول کردنش هم دشوارتر است، چون بازی به شکل عیار شده و عیار میشه در قضایای افغانستان که فردایش منجر به اینوت یک درگیری نشه. اگر بخواین که اینا درگیری را سازماندهی بکنن، بازو در عقب از این ما میتونیم بگویم که یک آمدن یک نظام نو یک کودتای خونینی دیگه خواد بود که بازو یک اراده در او شامل است، یعنی یک کشور در او شامل است. در حالی که یک اتحاد وجود داره، یک هدف مشترک وجود داره، آغاز بازی آوردن طالبا با ازملال جمهوریت و پس منظر اینی بازی هایی که از پشت سر از چید قسمت نظام میشه و کدام حکومت جای به جای میشه، او بسیار دور است که ما بفهمیم، بسیار مشکل است که ما خب، یعنی از فهوای توضیحات شما اینطور برداشت میشه که ترور داوود مزمل و هم در بلخ در مهمترین ولایت شمال افغانستان یه امر تصادفی بوده؟ نه، هیچ چیز تصادفی در افغانستان غیر از اینکه حادثه ترافیکی میشه، غیر از اینکه حادثه طبیعی میشه که ما نمیتونیم بر از او تصادفی بگوییم، در این رقم کرکترهای بلند حذف این رقم کرکترهای بالا این حادثه تصادفی شده نمیتونه، چون پیوند داره با اهداف یا پس منظر حرکت هایی که آغاز شده. ما شما در صحبت های اول خود در مصاحبه هایی که ما شما کردیم صحبت کردیم گفتیم که فصل جدید بازی، اینمی فصل جدید بازی را روشنی انداختیم و گفتیم منتظر بخش های دیگه بازی که از کدام زوایا پیش میره و کجا میرسه، چی حرفای دیگه خود حوادث دیگه خود در پالی خود داره، در قبال خود ایره قبلا تشریح کردیم، اینه میبینیم که امروز یک ترور در یک نقطه بسیار استراتژیکی، یک فیلم شام نشان میدن که چطور یک جوان بسیار بدون کدام ترس راست میه و همو این تیپ ایراد جلسه ایراد. یک چیز دیگه هم هست، ما که فیلم دیدم غفوری صاحب، ما سر از این فیلم شک کردم که آیا امو آدمی که نشان میتن امو عامل انفجار است یا کس دیگه و چیز دیگه. به این نقطه دو فیلم هیچ چیز نمیگفت. از کجا معلوم که اونم آدم یکی از مراجعین بوده باشن؟ اوهو، ما ندیدیم که امو آمده باشه و دقیق زده باشه. ای ادعا کردن. از همین خاطر میگیم که زدن داوود مزمل به شدت به صلاح اما نقش عامل درون ولایت برجسته میکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه در ولایت اونجا جلسه هم بود، هیچ کس از نظام قراول کس آمده نمیتونه، تیر شدن نمیتونه و او تو هیچ کسی افتاده نمیتونه، خلاص. و کسی رم که نشان میتن او جز این حیات ها جز مراجین یا جز کارمند های از اینا بوده میتونه، که هیچ وقت ما ندیدیم که زده باشه. زدن طور دیگه باید شده باشه. امی خود عملی انتحاری بازوام که هدف یک نفر یا دو نفر انتحاری نبوده، انتحاری نبوده، این خود از این سوال برانگیز است. دو نفر است چطور در حمله انتحاری که با او زیر سقف و هم پوشیده باشه؟ آقا فضای آزاد می بود میشد که آدم از کم در قسمت چیتی بودن عدسیات خود گمانه های خود چی بکنه؟ او فیلم سه جا قطع میشه. غیر از او که امی خود نمایش دادن این امی فیلم خودش سوال برانگیز است. چرا داره زادن این فیلم در میدیان داختن؟ این خودش انحراف از ذهنیت هاست.
اصل بازی را کسایی که انجام داده، ما اینطور دید خودم میگم احتمالا مواد از قبل جای به جای شده دان و محل وجود بله داشته که منجر به از بین بردن 100% ادب، و او مواد از بیرون توسط ریموند احتمالات از این است که انفجار کرده باشد. بله و از جمله خودش دقیقا هدف گرفته بودن، کسای اطرافش، کسایی که بود او را چرا و زخمی و رخم شدن، خودش زدن. خود از این ابتدا که ما شما در سرمرکز بودن بازی صحبت کردیم و داعش که وقتی که روز دوم صحبت کردیم که این قدر قوی باشه و این سازماندهی کرده باشه که در مقابل قوی ترین استخبارات منطقه و اتحاد استخباراتی جهانی او حرکت خود به این نظم و دسیپلین که مثل که از تیارات بی سرنشین هدف مستقیم میگرن میزنن، این رقم که باشه خب کل دنیا در ایراس از این باشه که فردا جهان جهان دایشیز میخواد شد. از اون خاطر خب یعنی کل جنبندی گپ ما ده این نمیشه که داود مزمل جنای از داخل طالبا با وسیله یکی از کارمندان نفوذی خود امو جنای کابل ده اونجا زدن. فکر نکنم که بایی دیدگاه هم زیاد اکتفا بکنیم که از نفوذی خودشان باشه. بیشترم دلیلش چیه؟ دلیل نیست که در اون مجلس افراد بیگانه، افراد غیر خودی هرگز داخل شده نمیتونن. اون اگر قرار باشه که امو آدم یا الهی که بگوییم که او آدم دروغ بود، از داخل همه چیز قبلا کوردینه شده بود، سازماندهی شده بود. بیشتر از ابتدا که آمدیم سر حرف خود تا بال رام که ادامه میتیم هدف ما مرموز بودن ترور این آدم بود و این ما شما زهر نخو جهر ترورا خودش مرموز است، یعنی همین مناقشات درونی از اینا طرفدارای همین دو جنایی که هستن هم از این لحاظ ما شما بررسی کردیم هم از لحاظ رقابت های بین‌المللی و منطقوی بررسیش کردیم. مشکل است که ما سر یک فکت بسیار قاطعانه استاچیم بله کسایی که گیره ترور کرده نفوذ یک نفر از اعضای مخالفشان دهی جنا بوده. مشکل است به خاطر چی؟ مشکل است اینا هم آمادگی خود داشتن، چرا کل از اینا عضو سازمان ها بوندا شبکه و خود از اینا کرکترهای عملی کننده اعمال تروریستی بودن، هر کدام از یا یک کادر هستن، هر کدام از یا یک تروریست هست، هر کدام از یا ده ها عمل انتحاری و انتقامی را انجام دادن، بنان در محافظت خود غفلت نمی کنن. ایران که سرش فکر میکنیم که خب ای آدم چی نوی رکاوردن، بله ای آدم نوی رکاوردن از قندار، یعنی ده ای خوشکی نیست که ای فصل اول بود، فصل مخاصمت ای فصل اول بود که در بلخ عملی شد. فصل دوم یعنی در حد حدس و قیاس کجا بوده میتانه؟ چی تضمین وجود داره که امی آدم هم که آمده فصل اول داوود بوده فاتش فصل دوم هم امی آدم شوه؟ ایره کی تضمین کرده میتونه؟ یعنی خب اگر ای طور باشه یک چیز قطعی است که مسئله همو عملیات یا حضور عملیاتی در شمال افغانستان بسیار حاد شده میره بین شبکه ها. چرا شمال اینجا شخص مهم نیست، اینجا مکان مهم است. هدف اساس بازی عمده است، دورنمای فعالیت در منطقه مهم است، یعنی اصل هدف که چی برنامه در منطقه و خصوص در شمال وجود داره، از شمال به طرف شمال شرق و شمال غرب وجود داره آیا داره نداره، و این در سنتر مرکز کدام حادثه رخ خواهد داد، یا یک جمعی از کرکترها شاید جمعی از کرکترهای مطرح در یکی از چنین نشست ها احتمالا آدم ایر دور نبینه که از بین رفتنشان سر شاکی هم نباشه، چون تروریزم
یا هسته های تروریستی که در افغانستان و منطقه در دنیا امروز از او استفاده صورت میگیره، من حیث یک وسیله بسیار بالای نتیجه داده شده، امکان شده، در دست داشته بدون مصرف، ما منتفی نمیدانیم حذف یک تعداد کرکترهایی را که باید حذف شوند. باید است. یکی از یعنی شما که یکی باید نوبت به می میرسه دانه بعدی میرسه. میرسه ایره یعنی ایره دور از وقت ندانیم، به خاطر از اینکه مردم بسیار خسته شده. یکی از اساسات کاری استخبارات جهان همی است که جمع‌آوری رویه و عکس العمل فردای اجتماع یا مردم یا طبقات مختلف دیدگاه مختلف اینا هم مد نظر میگیرن. در بازی حسب ای دو سناریو همیشه مد نظر گرفته میشه، خواست مردم و ضد خواست مردم. اینا معقولیت دیگه نداره که موجودیت چهره های خسته کن بر مردم. ایجا مردم هدف ما از غریب بیچاره که امروز رنج و درد میکشن از یا نیست، یا کرکترهای را کار دارن که فردا شامل بازی میسازن، شامل ایجاد یک هستی نوی که در نظر دارن میسازن. او قبایل مختلف است، او کرکترهای است که از او جمع میکنن سر از او یک تعداد از چیرهای که بدرد خورشان باشد. بخاطر خب از این اینکه حالا از تشریحات در پایان صحبت فقط یک دیده. در یک جمله امی بررسی یا به اصطلاح در یک جمله فشرده که اگر ما بگوییم که چه واقع شد و بعدا ممکن است چی شوه، چی میتونیم بگوییم؟ در ابتدا که آغاز کردیم که پس منظر بازی های جدید را، وقتی که ما در مصاحبات قبلی خود گفتیم که صفحات جدیدی که آغاز میشه یا باز میشه یا برنامه‌ای که دنبال میشه، ما منتظر یک صفحه دیگر همچون حادثه را باید باشیم. همچون حادثه را. بسیار خوب، با تشکر از شما جناب سنجر غفاری از توضیحات و بررسی امنیتی که از موضوع قتل داوود مزمل انجام دادیم. برحال مسئله بسیار پیچیده است، خود تشریحات یک مقدار در آدم به اگر و مگر و حدس و قیاس می اندازه، به خاطر از اینکه در بازی مخفی امیر خمش است، فقط تحلیل های اطلاعاتی به می شکل یک راه باز میکنه که تا یک ذهنیتی برای بیننده و شنونده پیدا شود. اگر کدام ذهنیتی برای شما ایجاد شده باشه یا ابهامی برای شما شده باشه، ناشی از پیچیدگی وضع است، به خاطر از اینکه ما فراتر از او چیزی را گفته نمیتونیم، چون ما مالک حقیقت در این مسائل نمی باشیم. تا برنامه بعد.